معنای شرک و اقسام آن. سوال: معنای شرک چیست؟ و مراد از قول علما که میگویند این شرک اکبر است و آن شرک اصغر است چیست؟ جواب: از همه مهمترین و بزرگترین واجبات این است که بنده باید معنای شرک، خطر آن و اقسام آن را بداند تا اسلامش ثابت و ایمانش درست گردد. شرک این شریک گرفتن و چیزی را به الله سبحانه و تعالی در ربوبیت و الوهیت و اسما و صفاتش شریک آوردن است. زیرا الله سبحانه و تعالی بندگانش را از شریک گرفتن به او نهی کرده است و هم آنهایی که غیر الله را معبود میگیرند مذمت کرده است. و الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود: و برای الله همتایان مقرر کردند تا بندگان را از راه او گمراه کنند. بگو: بهرمند شوید، همانا بازگشت شما به سوی آتش است. سوره ابراهیم آیه 30. و در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس در حالت بمیرد که معبودان دیگر را به جای الله سبحانه و تعالی دعا کرده پرسیده باشد، این شخص داخل آتشی دوزخ گردد. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. به تحقیق دلیل های قرآن و سنت به آن دلالت می کند که گاه شرک انسان را از ملت اسلام بیرون می کند و گاه از ملت اسلام بیرون نمی گرداند. بنابراین شرک را علما به دو تقسیم کردند: شرک اکبر و شرک اصغر. و شرک اکبر این صرف عبادت به غیر الله سبحانه و تعالی در ربوبیت و الوهیت و اسما و صفات الله سبحانه و تعالی می باشد و این شرک گاه ظاهر می گردد و مثل شرک بت پرستان، شرک مرده پرستان و شرک غایبان. و گاه این شرک پوشیده است، ظاهر نگردد و مثل شرک آنهایی که و غیر الله سبحانه و تعالی به معبودان گوناگون توکل می کنند و یا به مثل شرک منافقان و کفری آنان. همچنان که این شرک گاهی در اعتقادها دیده می شود و مثل اعتقاد کردن به این که آنجا کسی هست که خلق می کند و یا زنده می گرداند و یا می میراند یا صاحب همه ملک است یا این که کائنات را می گرداند، آنها به الله سبحانه و تعالی شرک آوردند. همچنین گاه شرک در قول و سخنها دیده می شود و مثل آنان که دعا و طلب یاری را از غیر الله سبحانه و تعالی می کنند، به چیزها و یا شخصای دعا و طلب یاری می کنند که آن شخص و یا چیز و اجرای آن قادر نیست مگر الله سبحانه و تعالی. و اینچنین تمسخر بر دین الله سبحانه و تعالی و یا الله را به مخلوقاتش مانند کردن است. همچنین گاه شرک در عملها دیده می شود و مثل آنانی که به غیر الله سبحانه و تعالی سجده و یا قربانی می کنند و این شرکی است که انسان را بیرون از اسلام می گرداند، پس او را به این عملش حکم به خارج شدن از اسلام کرده می شود. پس مادامی که خارج از اسلام شد، او کافر و مرتد است. اما شرک اصغر باشد، آن شرک است که وسیله به سوی شرک اکبر است و یا در قرآن و سنت وارد شده است که آن شرک است ولی به حدود شرک اکبر نرسیده است. و این غالبا در دو جهت دیده می شود: یکم گرفتن بعضی سبب هایی که الله سبحانه و تعالی به آن اجازت نداده است و مثل آویختن تومار و به دست بستن ریسمان و غیره که آنها اعتقاد داشته باشند که آن چیزها او را حفظ میکند و چشم را از آنها دور میگرداند. دوم، بزرگ و تعظیم کردن به بعضی چیزها، تعظیمی که او را به مقام ربوبیت نمیرساند و مانند قسم یاد کردن به غیر نام الله سبحانه و تعالی و گفتنی اگر الله و فلانی. و شرک اصغر نیز گاه ظاهر است و مثل بستن ریسمان به بند دست خود و آویختن تومارها و گاه پنهان است و مثل ریاکاری. و اینچنین شرک اصغر در اعتقادهای انسانها دیده می شود و مثل اینکه اعتقاد دارد که این چیز سبب جلب فایده ها و دور کردن ضرر هاست ولی آن را الله سبحانه و تعالی سبب آن نگردانیده است و یا اعتقاد داشته باشد که در این چیزها برکت است
ولی اون را الله سبحانه و تعالی سبب برکات نگردانیده است. و اینچنین شرک اصغر را در قول و سخنهای مردم دیده می شود و مثل قول شخصی که می گوید به ما فلان وقت باران آمد، یعنی وقت را سبب از سببهای باریدنی باران دانست. این شخص مؤمن است، باید بداند که نزول باران با حکمت الله سبحانه و تعالی و با رحمت و قدرت او تعالی نازل گردیده است، زیرا او تعالی باران را به ما گاهی به سبب و گاهی به سبب نازل میکند. شخص مؤمن اعتقاد داشته باشد که ستاره ها سبب باریدن باران نیست و در سوگن یاد کردن اعتقاد نداشته باشد که آن شخص در بزرگی به الله سبحانه و تعالی برابر است. و اینچنین شرک اصغر را در عملهای مردم دیده می شود، به مثل آنهایی که تمار را آویزان می کنند و یا حلقه و ریسمان برای برداشتن بلا و یا سپر از آن. و این شرکی است که انسان را از اسلام بیرون نمی کند، ولی انسان شاید به شرک اکبر واقع شود، ولی او در اسلام باقی می ماند و او در خطر بزرگ است، زیرا شرک اصغر کبائر از گناهان کبیره است. الله سبحانه و تعالی داناست.